سوال دومم، پیشبرد این شعار پیش به سوی انتخابات آزاد در جامعه لازمه چه تحولاتی جز تغییر قانون اساسی؟ راهکارهایی رو که به نظر شما میرسه برای اینکه ما بتونیم به این شعار برسیم چه چیزایی؟ یعنی فرض کنیم قانون اساسی همینطور که هست بمونه؟ نه قانون اساسی تغییر میکنه. یعنی تو قانون اساسی تغییر کرد و بر اصل حاکمیت مردم و رعایت جمهور مردم قانون اساسی جدید تهیه شد، از لحاظ قانونی اسباب انتخابات آزاد فراهم است، اما این معناش این نیست که از لحاظ عملی هم همینطوره. این است که باید از لحاظ عملی ترتیباتی داد که مردم بتونن آرای خودشون رو اظهار بکنن. خب در غرب یک تدابیر سنجیدن، نمیشه باید گفت در اینجا تقلب نمیشه، کمومیش میشه، اما نقش تعیین کننده ندارد. تعیین کننده رو رأی مردم داره. حالا مقدار تقلب رو میشه پایین آورد این در جامعه مثل ایران، میشود در یه مواردی میشود، خصوصا در شهرهای بزرگ قطعا شدنیست، در شهرهای کوچه روستاها مشکل تره، ولی اینکه بگیم نه ناشدنیست نیست اینجور. اگه مردم ایران تجربه دارن دیگران، یه قرن انقلاب مشروطه کردن، بعد نهضت ملی ایران بوده، بعدم انقلاب 57 بوده، با انتخابات آشنان. یک دو اینکه هر وقت آزاد بوده مردم درست رأی دادن، یعنی کسانی انتخاب نکردن که بعد مثلا خائن به اونها عذاب در بیاد. و حالا از لحاظ عملی باید اولش قانون انتخاباته که من فکر کردم که در قانون اساسی ما یک اصلی رو اگر میگذاشتیم ممکن بود جلو خیلی از این تقلب ها رو بگیره. اون این که قید بشود اگر حالا در قبل بعضی کشورها اجباری رأی دادن، من این رو مناسب نمیبینم برای ایران. میگم که اگر قید کنیم که در هر جای حوزه نصف به علاوه یک در انتخابات شرکت نکردن، انتخابات اونجا تجدید بشود. اینه به بعضی کشورهای نران هست در قرد. این میشه در ایران این رو به کار برد، برای اینکه اون جامعه وقتی دید اسبابش آزادی فراهم نیست، باش عدم شرکت در انتخابات مجبور میکنه به اینکه انتخابات شرایطش آماده بشه. این یک. دو، نظارت بر انتخابات رو باید به خود مردم سپرد. در دوره مشروطه بنابراین بود که انجمن نظارت رو از اصلا دعوت میکرد، 36 نفر فرمانداری و بین اونها یک 9 نفری انتخاب میشه. حالا میشود که اصلا بسته در منطقه و شهر و امکاناتش از یه انتخابات پیشکی انجام داد برای انجمن نظارت، به ترتیبی که اون انجمن نظارت حتی مقدور مثلا معرف مجموعه اون نامزدهایی که شرکت میکنن باشه، یا عالی تر این میشود که بیطرف باشه. اون بیطرفی حالا آسانی نیست، ولی اینکه بشود از انجمن شهری به این ترتیب داد، این شدنیست. خیلی آسان ترش این است که بگیم که نامزدها حق داشته باشن که یک نفر رو در انجمن نظارت داشته باشن، جامعه مدنی هم به اصطلاح اکثریت رو داشته باشه در انجمن نظارت. به ترتیب این که الان در ترتیب کنونی به کلی برهم بخوره، دولت تا ممکنه نقشش در انتخابات کاهش پیدا کنه و نقش جامعه مدنی تا ممکنه افزایش پیدا کنه، اینا مجموعه هم تدابیریست که میشود سنجید. اما به نظرم اون چی که در قانون اساسی باید کرد مهمترینه، اونجاست که باید که حقوق انسان طور کامل بیاد. عرض کنم به شما اصول راهنمای دستگاه قضایی به طور کامل بیان، ولی که این دستگاه قضایی آزاد و مستقل باشه از
قوه مجریه هنوز نقش مهم میخواهد داشت به آزادی انتخابات. در جهان تو جامعه های غربی هم اینو بنابرای تجربه میبینیم. جاهایی که استقلال قوه قضایی بیشتره، نقش قدرت و دستگاه های دولتی در انتخابات کمتره. جاهایی که به عکس قوه قضایی تابعیتش بیشتر از قوه مجریه بیشتر تابعیت میکنه، نقش اصلا آزادی انتخابات هم کمتره. این مثلا مقایسه کنیم اروپای شرقی رو، حتی فرانسه رو با آلمان. به نظر من میرسه که در آلمان انتخابات آزادتر است تا در فرانسه، به این جهت که قوه قضاییه در اینجا به نسبه از فرانسه مستقل تره نسبت به قوه مجریه. این های تدابیر است که میشه و سنجه.